بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، برادر عزيز و گرامی دکتر میرویس بلخی، سرپرست محترم وزارت معارف، دکتر صب شنواری، معینان وزارت معارف، منصوبین، رؤسا، نمایندگان محترم ادارات مختلف دولتی، نماینده دفتر مقام محترم ریاست جمهوری، حضار گرامی، خانم ها و آقایان، معلمان عزیز، اساتید بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. در آغاز تعیین برادر عزیز ما دکتر میرویس بلخی را با عنوان سرپرست و کاندید وزیر وزارت معارف، به ایشان و به همه منصوبین معارف و به شما حضار گرامی، مهمانان عالی قدر تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال موفقیت و کامیابی ایشان را در این امر بسیار مهم و خطیر آرزو میکنم. و همچنین همزمان با آغاز بهار، سال نو تعلیمی را به خانواده بزرگ معارف افغانستان، به همه متعلمین و معلمین عزیز، به مردم شریف افغانستان و شما حضار گرامی از صمیم قلب تبریک میگوییم. امیدواریم همه ما یک سال سبز، پربار و پر دستاورد و توأم با پیشرفت ها مخصوصا در عرصه معارف و تعلیم و تربیت داشته باشیم. همچنین لازم میبینیم امروز از خدمات وزیر پیشین معارف برادر ما آقای حنیف بلخی نیز تشکر کنیم و همچنین از دکتر صب شنواری، معین وزارت معارف، که در طول چند ماه اخیر از این وزارت به خوبی سرپرستی و رهبری کردن. حضار گرامی، خوشحالم که همزمان با آغاز سال جدید و آغاز سال تعلیمی در افغانستان، پاره ای از مشکلات سیاسی و یا برخی از کدورت هایی که بین دولت مردان ما به وجود آمده بود به صورت بسیار معقول و منطقی حل شد. چنانچه همه ما و شما میدانیم، در چند ماه اخیر بین حکومت مرکزی و اداره محلی بلخ در مورد برخی از مسائل حکومتی و اداری اختلاف نظرهای پیش آمده بود و در سطح ملی هم واقعا برای همه ما باعث تشویش و نگرانی شده بود. اخیرا و همزمان با ایام نوروز، این مشکل به صورت دوستانه و با درایت و با تدبیر حل شد و واقعا باعث شادمانی همه دوستان ما گردید. جناب استاد عطا محمد نور از شخصیت‌های بزرگ سیاسی و ملی افغانستان هستند که در طول عمر خود در خدمت مردم و وطن خود بودند، چه در دوره‌های سخت جهاد و مقاومت و چه در دوره جدید و سهمگیری در اداره و حکومتداری. 14 سال خدمت در سمت یکی از بزرگترین و مهمترین ولایات ما و شما، یعنی بلخ بامی، یک تجربه بسیار موفق در کارنامه ایشان است. بدون شک کسی با چنین سابقه در حکومتداری کشور که سهم بسیار فعال و مثبت گرفته باشد، هیچگاه بر علیه آنچه که خود ساخته است اقدامی نمی کند که باعث تخریب و یا تضعیف نظام سیاسی کشور شود. به هر حال، من به سهم خود هم از جلالت مآب رئیس جمهور
و هم از استاد عطا محمد نور صمیمانه تشکر و تقدیر میکنم و به همین مناسبت همه ما و شما از شخصیت ها و سیاست مداران کشور و از همه گروه های سیاسی و اجتماعی خود انتظار داریم که در همه رویدادها و تحولات از شکیبایی و مدارا کار بگیرن و در شرایط حساس کنونی که کشور و مردم ما در یک جنگ تحمیلی و ایرانگر به سر میبرد کاری نکنن که در حقیقت دشمنان افغانستان خوشنود شوند و مردم شریف ما ناامید شوند و یا روحیه نیروهای شجاع دفاعی و امنیتی ما تضعیف گردد. همه ما و شما امروز همگی از هر قوم و زبان و سمتی که هستیم مکلفیم که با حفظ وفاق، همگرایی و همدلی بر هر نوع آواز تفرقه و اختلاف از هر جایی که بلند شود نه بگوییم و دسایس دشمنان را با هوشیاری و متانت خود نقش بر آب کنیم. حضار گرامی، هموطنان عزیز، در رابطه با معارف و اهمیت آن و چالش ها، مشکلات و راه حل هایی که در این رابطه وجود دارد سخنان زیاد است که در این وقت اندک وقت شما را نمیگیریم، فرصت مطرح کردن این مسائل نیست، اما یک چند نکته بسیار کوتاه را خدمت شما یادآوری میکنم. اول، عقب ماندگی فرهنگی و علمی و پدیده شوم بی‌سوادی یک بحران خاموش و مادر همه بدبختی‌ها و رنج‌ها به شمار می‌رود. امروز اگر در جنگ و ناامنی به سر می‌بریم و یا اگر فقر و بیکاری در کشور ما حاکم است و یا اگر منازعات قومی، سمتی و زبانی ما را به جزیره‌های جدا از هم تبدیل کرده و یا گاه فرزندان ما در دامن افراطیت و تروریسم قرار می‌گیرند و یا اگر فساد و تباهی در کشور ما وجود دارد، همگی ناشی از جهل است که دامنگیری ما شده است. بنابراین بزرگترین رسالت و اولویت ما این است که با این دشمن خاموش مبارزه جدی و به امان داشته باشیم و خوشبختانه امروز مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر اهمیت آن را درک کردند و در راستای نابودی آن تلاش میکنند. دوم، حکومت افغانستان با همه مشکلات موجود در طول این سالها تاکنون دستاوردهای خوبی در عرصه تعلیم و تربیت داشته است. فقط چند نکته را به صورت ارقام و آمار خدمت شما یادآوری میکنم. در افغانستان در سال 2002 در سر تا سر کشور کمتر از 1 میلیون پسر در 3400 باب مکتب تعلیمات عمومی را فرا میگرفتند و هیچ دختری حق تعلیم و آموزش را در او سالها نداشت و هیچ نصاب تعلیمی معیاری و ملی و یا کتب درسی معیاری هم در آن زمان وجود نداشت. در تمام مکاتب در آن دوره گفته شده که حتی یک نفر معلم زن هم حضور نداشت. اما در سالهای پس از طالبان این میزان به طرز بی‌سابقه گسترش یافت و طبق گزارش ها حداقل از سال گذشته، از سال 95 حداقل، تعداد شاگردان ما اضافه از 9.2 میلیون نفر بودند که خوشبختانه 39% آنان را یا 40% آنان را دختران تشکیل می‌دادند و در بیش از 17,000 باب مکتب توسط بیش از 200,000 معلم تحت آموزش قرار می گرفتند و سالانه صدها هزار نفر دیگر از کورس های سواد آموزی فارغ می شدند. این ارقام که مربوط به سالهای اخیر است با او ارقام 14 سال پیش یا 15 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. این ارقام واقعا برای همه ما امیدوار کننده است، اما از سوی دیگر هم بدانیم که هنوز هم راه بسیار طولانی در پیش است
و این مقدار هرگز کافی نیست. امروز بر اساس اهداف توسعه پایدار ملل متحد که افغانستان هم امضا کرده، ما متعهد هستیم که تا 12 سال دیگر ملل متحد برسانیم. و در کنار آن ما هنوز از دیگاه داخلی و از جهت سیستم آموزشی خود هم واقعا دچار چالش های زیادی هستیم. مخصوصا شما دوستانی که در وزارت معارف حضور دارین، هیئت رهبری معارف، معینان محترم وزارت، رؤسا، کادرهای مسلکی وزارت، از همه کرده بهتر می دانیم که با چه مشکلاتی فراوانی مواجه هستیم که برخی از آنها را صرف نام می برم. در کنار وجود فساد و تخطی از قانون در موضوعات مختلف و در عرصه‌های مختلف، ناامنی و جنگ امروز یکی از عمده‌ترین مشکلات عمومی کشور است و در این حال یکی از مشکلات اصلی فراراه معارف. و به همین جهت است که تاکنون بخش‌های وسیعی از کشور و تعداد زیادی از کودکان ما هنوزم از نعمت آموزش و یا معارف محروم هستند. در این رابطه واقعا باید گفت که طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت اولین و مهمترین عامل این محرومیت هستند. مردم افغانستان امروز می دانند که این گروه ها نه تنها مخالف دولت و حکومت هستند که در حقیقت می خواهند مردم را در تاریکی جهل و بی‌سوادی نگه دارند و مخالف پیشرفت و ترقی کشور و مخالف رشد دانایی و آگاهی در کشور هستند، در حالی که مکتب و پانتون تهداب اصلی هر نوع تحول و پیشرفت است و هیچ کشوری و هیچ جامعه نمیتواند در دنیای امروز بدون معارف و یا بدون تحصیلات عالی به مدارج کمال و یا توسعه و یا صنعت و یا تکنولوژی دست پیدا کند. نگاه های متحجرانه و علم ستیز عامل دیگری است که باعث محرومیت بسیاری از مردم و خصوص زنان و دختران شده است. ضعف کادرهای آموزشی و اداری مکاتب در سراسر کشور، کاستی ها در خدمات دولتی و حکومتی برای معلمین و کارمندان معارف و همچنین نبود و یا کم بودن تجهیزات آموزشی و نبود تعمیر برای بیش از 50% مکاتب ما در سطح کشور از دیگر مشکلاتی است که هنوز هم در سرتاسر کشور ما دیده می شود. به همین جهت شما بهتر می دانین هنوز هم بیش از 3.5 میلیون اطفال ما که واجد شرایط هستند هنوز هم از رفتن به مکتب محروم هستند و در این سالها بیش از 1000 مکاتب ما به دلایل مختلف مسدود شدند. حضار گرامی، با توجه به این مشکلات امسال خوشبختانه از طرف رهبری حکومت وحدت ملی تصامیم بسیار مهمی اتخاذ شده که روز گذشته همه شما فکر میکنم در روز آغاز سال نو تعلیمی حضور داشتین. جناب معاون رئیس جمهور به مناسبت نواخته شدن زنگ مکتب و آغاز سال نو تعلیمی بخشی از این تصامیم را اعلام کردند. بر اساس این تصامیم سال 1397 سال حمایت از معارف اعلام شد. در این برنامه حمایتی قرار است که با یک بودجه حداقل 200 میلیون دلار به تعمیرات بیش از 6000 مکتب ما در سطح افغانستان تا 2 سال آینده ساخته شود و همه معلمان کشور از طریق کنکور عمومی استخدام شوند و برای معلمان ما امتیازات خاصی هم از نگاه معاشات و یا مسکن در نظر گرفته شود. ما در سال حمایت از معارف تقرر برادر عزیز ما آقای دکتر میرویس بلخی را به سمت وزارت معارف و فال نیک میگیریم. ایشان جناب آقای بلخی شخص آگاه و با دانش، نویسنده و پژوهشگر توانمند و از کادرهای جوان با انرژی و با تجربه ما هستند.
ما امیدواریم در دوره ایشان شاهد شکوفایی هرچی بیشتر معارف کشور باشیم. ما به سهم خود به شما به جناب دکتر سیب بلخی اطمینان میدیم که همگی ما در حکومت مخصوصا در شورای عالی علمی و فرهنگی که تحت ریاست جناب نائب رئیس جمهور از سال گذشته آغاز به کار کرده، در کمیته علمی و فرهنگی که در آینده نزدیک کار خود را شروع خواهد کرد و همچنین کمیته ملی سواد آموزی، همه ما و در رأس شخص جناب رئیس جمهور با تمام وجود از برنامه‌های وزارت معارف، از تطبیق اصلاحات در این اداره و ایجاد یک تحول بنیادی و همه جانبه در سیستم آموزشی کشور حمایت میکنیم. در پایان ضمن تبریک مجدد به سرپرست وزارت معارف جناب آقای بلخی و قدردانی از همه شما منصوبین وزارت معارف که برای توسعه آگاهی و معارف در سطح کشور تلاش میکنین، در پایان سخنانم شعر معروف ناصر خسرو بلخی شما را یک بار دیگه برای حضار مجلس دو بیت از این شعر را میخوانم. بسوزم چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. درخت تو گربار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. به امید این که به همت وزارت معارف ما درخت کشور ما برای همیشه بار دانش بگیرد و به امید یک سال پرتراوت و شکوفا برای فرزندان کشور و با درود به پایان بر روان تابناک شهدای راه عزت و آزادی افغانستان، تشکر از توجه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.